شنبه 15 آبان ماه 1403 خورشیدی برابر است با 5 نوامبر 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درود های من و همکارم امیر شهرتی رو بپذیرید. امروز در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ خواهم بود. بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون در نیویورک و می نشینیم پای صحبت های ایشون و مسائلی که مطرحه، مسائل جاری که مبهم، پیچیده است و هیچ کدوم از پیشبینی هایی رو که آمارگیری های مختلف و نظرخواهی های مختلف منتشر کردن نمیشه روش حساب کرد، برای اینکه میتونه یک سورپرایز عجیب و غریبی باشه. تقریبا تمام رسانه های امریکا الان دارن با حضور برنامه سازهای مختلفی رو که دارن راجع به انتخابات صحبت میکنن، سر میزنن به مراکز رأی‌گیری مختلف که ببینن تا این لحظه آمار به چه صورته، تا پایان وقت امروز ممکنه یک مقدار وضع روشن شده باشه، ولی نتیجه نهایی تا پنجشنبه یا جمعه معلوم نخواهد شد و این یکی از اون مسائلی است که باید منتظر باشیم ببینیم به چه صورت است. سیستم انتخاباتی امریکا و کالج الکترال که با تمام آمارگی به اصطلاح انتخابات در دنیا متفاوته، خودش یک مبحثی است که من در گفتگو با آقای دکتر فرهنگ از ایشون خواهش خواهم کرد که توضیح بدن راجع به این سیستم که چگونه عمل میکنه. خواهش این است که به هر کدوم از این دو نفر میخواهید رأی بدید یا قبول دارید اونا رو، برید بر رأی بدید. نشستن در خانه و منتظر باشیم که دیگران ببینیم چی میگن کمکی نمی کنه و تصور این که رأی من یک نفر تأثیری نداره اشتباهه. هر رأیی در این شرایط بسیار بسیار حساس در تاریخ امریکا میتونه سرنوشت ساز باشه. اینجا در لس آنجلس چندین و چند مرکز رو در کلیساهای مختلف، در مدارس، در کلاب‌های مختلف تعیین کردن برای کسانی که میخوان امروز برن رأی بدن. عده زیادی از قبل رأی خودشون رو ارائه دادن، از طریق پست یا از طریق پرسشنامه‌ای که بوده بردن و به مراکزی که قبول میکنن این پاکت ها رو که رأی افراد درش هست قبول میکنن و بلافاصله اینا رو میفرستن به مراکزی که باید اونها رو شمارش بکنه و نتیجه رو اعلام بکنه. این شرایطی است که الان باش روبرو هستیم. مسئله ایران رو پیش رو داریم در این حیث و بیس که مجددن رجزخانی های سران جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که اعلام میکنن که حتما تلافی خواهند کرد حملاتی رو که اسرائیل داشته به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مستقیما در رابطه با خود جمهوری اسلامی، موشک پرانی‌هایی که قبلا شده، تهدیداتی که میکنند که این بار از موشک‌های دقیق نقطه زن جمهوری اسلامی با شلیک هزاران موشک اون سپر
به اصطلاح آهنین گنبد آهنین رو میتونن رد بشن ازش وقتی تعدادشون زیاد باشه. از اون طرف یکی از پیشرفته ترین به اصطلاح ابزار جنگی موجود در زرادخانه امریکا به اسرائیل رفته برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی، و اینها مسائلی است که مطرحه. باید ببینیم کار به کجا می انجامه. من وقت برنامه رو بیشتر از این نمیگیرم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ و سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستم مثل همیشه. خیلی متشکرم از دعوتتون، امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. دکتر فرهنگ، قبل از اینکه بپردازیم به مسائل انتخابات و آنچه که در ایران داره میگذره و تهدیدایی که جمهوری اسلامی کرده و سران سپاه و افراد دیگر، رسانه های برون مرزی ایرانی فارسی زبان جز یک یا دو تاشون که بی بی سی باشه و ایران اینترنشنال که از نظر مالی حمایت میشن و وضع درستی دارن، بقیه این رسانه ها اهم از دیداری شنیداری و گفتاری دیداری شنیداری و نوشتاری واقعا در مضیقه هستن از نظر بودجه، از نظر هزینه هایی رو که به هر حال روی ایر بودن برای اونها یا به صورت به اصطلاح روزنامه ها و مجلات و غیر ذالک، این مشکل رو دارن. و در این رابطه تلویزیون پارس هم که بینندگان زیادی داره و حامیان زیادی داشته در گذشته، الان یه مقدار زیادی از کسانی که آگهی میدادن به تلویزیون آگهی رو ادامه نمیدن، به خاطر اینکه امکاناتی رو که فضای مجازی به وجود آورده براشون و مجانی هست تقریبا براشون، اونا رو ترجیح میدن. و واقعا رسانه ای مثل تلویزیون پارس که به زودی چند روز دیگه 26 سال فعالیتش رو ما شاهد خواهیم بود، در تمام طول این مدت سعی کرده از مثلا افشاگری واقعیاتی که مردم ایران در داخل از اون محروم هستن و رسانه های داخل ایران به کلی تحت سانسور هستند و کاری نمیتونن بکنن، این مسئله الان جای اون داره که هموطنانمون به هر صورتی که میتونن کمک بکنن که این رسانه بتونه به فعالیت های خودشون ادامه بدن. شما در این مورد توصیهتون چی هست به بینندگان آقای دکتر؟ من فکر میکنم تلویزیون هایی که کسرت اندیشه و بینش رو معرفی میکنن بتونن عضوگیریم، بتونن آبونه بشگیریم. یعنی کسانی که به جای اینکه تا یک برنامه تلویزیونی فقط یک بینش خاصی رو معرفی میکنه، اون فقط از کسانی میتونن آبونه بشن که اعتقادی به اون سیستم دارن و حمایت میکنن از اون بینش خاص. ولی من فکر میکنم اگر ایرانیانی که علاقمند به دموکراسی و احترام به کثرت اندیشه و بینش هستن، باید عضویت یعنی بیان آبونمان تلویزیون پارس یا هر تلویزیون دیگری که علاقه من. ولی شرط اساسیش اینه که این تلویزیون معرف کثرت بینش باشه، یعنی به کثرت اندیشه یا به اصطلاح به پلورالیسم اعتقاد داشته باشه، به این معنی که به هر حتی در یه جامعه 100% باز و دموکراتیکی که ما در ایران آرزوشو داریم داشته باشیم، به طور اجتناب نپذیر بینش های متنوع وجود داره. و تلویزیونی که بخواد معرف تمامی این بینش ها باشه و قضاوت رو در رابطه با اونها به عهده بینندگان یا شنوندگان بذاره، من فکر میکنم واقعا تنها راهش اینه که این تلویزیون ها و به طور کلی این نوع رسانه ها بتونن به صدا آبونه بپذیرن و
مثل همین که تلویزیون های معمولی آمریکایی هم همینطوریه. این تنها راهش. مگه این افراد استثنایی هستن که از ثروت بزرگی برخوردارن، ولی اونها کافی نیست که بخواد یک برنامه تلویزیونی رو به طور مرتب حمایت بکنه. و عضو شدن و حق عضویت پرداختن تنها راه به صدا یک برابر کردن نیازهای اقتصادی این نوع تلویزیون هست. بله، حالا قرار هست ما از هفته آینده بعد از این جریان انتخابات امریکا یک تلتان داشته باشیم که با هموطنانمون و کسانی که بینندگان این تلویزیون هستن و همونطور که عرض کردم تعدادشون بیشمار هست در ایران، در اروپا و خب در خود امریکا، که خود همین پوشش این چنینی که خیلی وسیع هست هزینه داره و جای اون داره که هموطنانمون به هر صورتی که میتونن، مبلغ مهم نیست، هر مبلغی رو که در استطاعتشون هست برای ادامه فعالیت این رسانه و رسانه های مشابه که همونطور که آقای دکتر گفتن کثرت گرایی میکنه و همه نظرات رو منتشر میکنه و جهت خاصی رو دنبال نمیکنه. این راهی است که این تلویزیون رفته. مهندس شجره سالیان سال هست که خیلی وقتا مجبور شده که از جیب خودش هزینه هایی رو که هست پرداخت بکنه که این تلویزیون تعطیل نشه. امیدواریم که این واقعا یک راهی باشه که این تلویزیون بتونه به فعالیتاش ادامه بده. دکتر فرهنگ، بپردازیم به انتخابات امریکا. تا این لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم هیچ چیزی روشن نیست و معلوم نیست که انتخابات امریکا به کدوم سمت و سو بره. خانم کاملا هریس رئیس جمهور آینده خواهد بود یا آقای ترامپ؟ صحبت هایی که هست و آقای ترامپ در تجمعاتی که میان به پای صحبتاش می نشینن بعضی وقتا کارایی میکنه که واقعا به ضرر خودش هست و این یک مورد و دو مورد نیست. شما به چه صورت میبینید الان وقتی نگاه میکنیم به دو طرف؟ یک طرف همون مسئله کثرت‌گرایی رو مطرح میکنه، میگه ما به دشمن، به مخالفینمون، به منتقدینمون به صورت دشمن نگاه نمی کنیم، همه رو در این جمع پذیرا هستیم و حاضریم بشینیم دور یک میز با همدیگه مذاکره بکنیم، با همدیگه کار بکنیم برای اینکه دموکراسی رو که در امریکا به شدت در خطر هست نجات بدیم. و طرف دیگر با صحبت هایی که میکنه بعضی وقتا گروه هایی رو که از این رنگین کمان جماعتی رو که در امریکا وجود دارن و این مملکت از مهاجرین در درجه اول ساخته شده، گاهی صحبت هایی که میشه در این نشست ها و در این گرد همایی ها خیلی به ضرر جمهوری خواهان و شخص آقای ترامپ میشه. نظرتون چیه؟ ببینید، مشکل یا چالشی که امروز جامعه آمریکا باش روبروست به نظر من مربوط به این نیستش آقای ترامپ و خانم هریس از جهت سیاست خارجی و اولویت های داخلی اختلاف نظر دارن. هیچ چیز جدیدی در اون نیست. یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات سالها و سالهاست که با هم رقابت کردن و اینکه به صدا یک بینش سنتی تر یا بینش به صدا کنسرواتیو در برابر بینش لیبرال قرار داره هیچ چیز جدیدی در آمریکا نیست. این به خودی خود مسئله به خودی خود نیست. اون چیزی که در آمریکا برای اولین بار اتفاق افتاده
اینه که اولا فرض اصلی به اصطلاح یک اصل مهم دموکراسی انتقال مسالمتجویانه قدرته، یعنی اونجاست که به اصطلاح دموکراسی با دنیای استبداد یا تمامیت را تفاوت کیفی و اساسی داره. و برای اینکه انتقال مسالمتجویانه قدرت انجام بگیره باید سیستم اداره کردن انتخابات مورد اعتماد و احترام مردم باشه، یعنی مردم بپذیرن که رأیی که دارن میدن به طور اصولی داره شمرده میشه و نتیجه اون هر کسی که اکثریت در چارچوب هر سیستمی مال آمریکا تفاوت‌های خاص خودشو داره که اونم تو قانون اساسی آمریکاست و طرفین 245 ساله که به این اعتقاد دارن، اهمیت دارن و ادارش کردن. اون چیزی که واقعا در اینجا به شکل بی سابقه ایجاد شده اینه که آقای ترامپ قبل از اینکه نتیجه انتخابات معلوم بشه میگه اگر من ببازم در انتخابات تقلب شده و مشروعیت نتیجه انتخابات رو نمیپذیره مگر او برنده بشه. و خیلی جالبه که مثلا عده‌ای از جمهوری خواهان هم با او هماهنگ میشن، ولی همون جمهوری خواهانی که برای مجلس سنا یا مجلس نمایندگان مبارزات انتخابی وقتی خودشون میبرن سناتور میشن، عضو مجلس نمایندگان میشن، اون موقع به اصطلاح به اصالت و صحت سیستم رای گیری و شمارش آلا اعتقاد دارن. ولی آقای ترامپ وقتی میاد میگه که توی ریاست جمهوری او هنوز که هنوزه میگه دولت بایدن مشروعیت نداشته برای اینکه او نتونسته نتیجه آرا رو بپذیره. و حتی موقعی که به 61 بار به دادگاه های مختلف مراجعه کردن و سوالاتی راجع به انتخابات مطرح کردن که بدون استثناء تمام ایرادات یا سوالات یا ایراداتی رو که داشتن به هیچ وجه مورد تایید سیستم قضایی قرار نگرفت. ولی علارغم اینکه سیستم قضایی و علارغم اینکه مسئولین جمهوری خواه و دموکرات در ایالات مختلف تایید کردن نتیجه انتخابات رو، ترامپ تا همین امروز میگه که جمهور به همین دلیل است که انتقال مسالمت جویانه قدرت در 4 سال قبل وجود نداشت. یعنی واقعی که اوباما انتخابات رو به واقعی که ترامپ برنده انتخابات شد، پرزیدنت اوباما و همسرش، او و همسرش رو به کاخ سفید دعوت کردن، با هم شام خوردن و کاخ سفید رو به اونا به عنوان بسیار نمایشی براشون دادن و بعد اون انتقال مسالمت جویانه قدرت انجام شد. ولی 4 سال قبل، ولی وقتی که ترامپ انتخابات رو باخت، او اصلا حاضر نشد که با رئیس جمهور جدید ملاقات بکنه و اومد ملاقات رئیس جمهور جدید رو دشمن مملکت کرد. و بالاتر از این، همونطور که شما بهش اشاره کردین، باز اون چیزی که در آمریکا بی سابقه است، به هر حال من خودم عمری در این مملکت گذروندم و به این مسائل رو از جهت ترجیح و ترجیح تحلیل دنبال میکردم، تا حالا اتفاق نیفتاده بود که در بین دو حزب حتی و دو نفری که برای یک در سطح ایالت یا در شهر با هم انتخاب، هرگز همدیگر دشمن نمینامند، اونا رقیبند. در دموکراسی رقابت سیاسی وجود داره و رقبا تعهد میکنن که به اصول دموکراسی و به طور کلی به اعتماد به سیستم رأی‌گیری و شمارش آرا و بنابراین به انتقال مسالمت جویانه قدرت تعهد داشته باشن. در اینجاست که ترامپ با بقیه نمایندگان، کسانی که در آمریکا مبارزات انتخاباتی کردن، تفاوت داره. بنابراین خطر بزرگ این نیست که کی برنده میشه، خطر بزرگ اینه که اگر ترامپ بازنده بشه، او آیا حاضر بپذیره که مردم به او رأی ندادن و او بازنده شده، و یا میخواد برنده رو متهم به تقلب بکنه و به طور کلی سیستم دموکراسی آمریکا رو زیر سوال ببره. و مثالم براتون بزنم، موقع او 3 سال تبلیغ میکرد که پرزیدنت اوباما متولد آمریکا نبوده و هنوز میگن 1/3 اعضای جمهوری خواهان این حرف رو اعتقاد دارن به اصطلاح بهش. اینه که خطر درونه که آیا با آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه نتیجه این انتخابات رو میپذیرن. و اینم فقط نیست، که در ایالت جورجیا گاورنر
معاون گاورنر، اکثریت اعضای هر دو مجلس همه جمهوری خواه بودند و اینها بودند که در واقع مسئولین اداره کننده انتخابات رو زیر نظر داشتن. وقتی مجموع اونها رأی دادن که در اونجا آقای ترامپ انتخابات رو باخت، بازم ترامپ نه تنها خواست هر موضع اونها رو نپذیرفت، بلکه اونها رو متهم کرد که در تقلب و دسیسه شرکت داشتن. خطر اینه که اگر ترامپ به بازه این دوباره بیاد به صورت مشروعیت سیستم رو زیر سوال ببره و اون در سیاست خارجی، در سیاست آمریکا یک امر بی سابقه ای. دکتر فرهنگ، این جرائمی رو که مرتکب شده آقای ترامپ و چندین مورد هست و در دادگاه های مختلف تحت تعقیب هست و حتی به عنوان متهم از اون با اون تصویری که میگیرن ماکشات بهش میگن رفته و همون رو آقای ترامپ داره استفاده میکنه برای مبارزات انتخاباتیش، و فرض این که آقای ترامپ انتخاب بشه و به مجلس، به کاخ سفید برگرده، آیا این دادگاه‌هایی رو که مطرح هست، کیس های مختلف جرائمی رو که اون مرتکب شده، به چه صورت در میاد؟ آیا پیش بینی میشه کرد یا اینکه میشه حد زد که راه به کجا میبره این مسائل؟ به نظر من اینو ادامه پیدا نمیکنه. اگر او برنده بشه، از نظر اتهامات قضایی که علیه او وجود داره، اینا همه مسکوت میمونه. به نظر این یه واقعیتیه که به هر حال یه واقعیت سیاسیه که وقتی کسی در موضع رئیس جمهور بود، همون تصمیمی رو که اینا تصمیمی رو که دادگاه عالی آمریکا گرفت، گفت وقتی رئیس جمهور اقداماتی میکنه که مربوط به مسئولیت ریاست جمهوری او در چارچوب قوانین کشوره که در اون موقع از به اصطلاح مسئولیت برخورداره، ولی اگر در امر شخصی باشه، مربوط به امر شخصی باشه که ارتباطی به مسئولیت او به عنوان رئیس جمهور نداره، میتونه مورد اتهام قرار بگیره. به نظر من این بسیاری از این مسائلی که وجود داره و اون او در واقع محکوم شده، یک محکومیتی داره و اون محکومیت در چارچوب قوانین آمریکا هنوز به او اجازه میده که نماینده کاندید بشه و حتی برنده انتخابات بشه. و نه تنها بالاتر از اون، وقتی او رئیس جمهور شه، این توانایی رو داره که تمام افرادی رو که در سیستم فدرال آمریکا اتهاماتی دارن اونها رو عفو کنه. این به هر حال برنده شدن او. ولی حتی گاهی اوقات وقتی برنده میشه، برنده مثلا بر ضد خانم کلینتون، او برنده شد، ولی بعد از اینم که برنده شد، باز اومد، چون خانم کلینتون بیش از 4 میلیون رای بیشتر از او آورده بود، the popular vote، رای مردمی، جدا بکنیم از electoral college، چون بازم اون اومد اون رو بونو بار زیر بار مشروعیتش زیر سوال بود، گفت نه تقلب شده بوده. اگر تقلب نشده بود، او اکثریت آرای عام جامعه هم داشت به علاوه the electoral college. واقعا چون موازی میگیره و حرفایی میزنه که در تاریخ آمریکا و در مبارزات سیاسی و انتخاباتی آمریکا سابقه نداره و واقعا همه گیجن. حالا ما چه روزنامه نگاران و چه پژوهشگران و چه استادان علوم سیاسی وقتی راجع به او میرسه، خیلی سخته براشون بگن منبع به اصطلاح بینش او، استدلال او در رابطه با قانون چی. همه گیجن، همه گیجن، چون وقتی همه مدرسه یک انتخاب شده و همه. خیلی جالبه که معاون او که یک تعداد زیادی از کسانی که با او همکاری میکردن، از جمله معاون او، وزیر دارایی او، وزیر دادگستری او، وزیر خارجه او، تمام اینها بر ضد موضع او اعلام قضاوت کردن، ولی با وجود او به هیچ کدوم اونا تأثیر نذاشت. اینه که خیلی سخته واقعا که با معیارهای معمول تجزیه و تحلیل و قضاوت سیاسی کسی بتونه روی ترامپ قضاوت بکنه. یعنی یه موجود، یه کرکتری، شخصیتیه، یه موجودیه که رفتار و کردار و گفتار او ارتباطی با سنت و رسم و رسوم جامعه آمریکا در رابطه با مبارزات انتخاباتی نداره. یعنی که واقعا ما که از به عنوان
اینجا وطن دوممون اومدیم، ما در واقع گوش دادن به دیگران میبینیم که کسانی که سالها و سالها در این را مبارزه کردن و مطالعات عمیق به اصطلاح علمی و تاریخی کردن، اونا هم گیجن که این آدم چطور میتونه از یه طرف بیاد تو انتخابات شرکت کنه، به مردم بگه به این رأی بدین، ولی قبل از این که رأی نتیجه رأی مردم معلوم بشه میگه اگر من ببازم انتخابات تقلب بوده. اصلا اینو شما جواب اینو چجوری کسی میتونه بده؟ ممنونم دکتر فرهنگ. الان شرایطی رو که خود آقای ترامپ ایجاد کرد با به اصطلاح نصب سه قاضی در دادگاه عالی به اصطلاح دیوان عالی امریکا، اون حرمت و اون پایگاه و جایگاهی رو که این نهاد داشت الان زیر سوال برده و این افراد ضمن اینکه بعضیاشون فساد مالی داشتن و مشخص شده و بعضیاشون صرفاً به خاطر اینکه با مسئله سخت جنین که یکی از مهمترین مسائلی است که در همین انتخابات هم مطرحه و مقررات حیرت انگیز دست و پاگیری رو که برای زنان امریکا به وجود آوردن، اینها تمام مسائلی است که شاید توی همین انتخابات ما ببینیم که چه تأثیری خواهد گذاشت. دقیقاً، ولی این تمام این مسائل در نظر حقوقی مسئله نیست. به هر حال دادگاه عالی آمریکا این تفسیر رو ما میتونیم انتقاد بکنیم ازش. میتونیم بینش اونها، انگیزه های اونها رو مورد سوال و انتقاد قرار بدیم. ولی اقدامی که اونها کردن یک اقدام حقوقیه. یعنی که اگر دادگاه عالی آمریکا 2 سال دیگه 3 سال دیگه بیاد نظریه اونها رو عوض بکنه، اون هم یعنی قانون این اجازه رو به اونها میده که این تحقیر رو به اصطلاح در رابطه با سخت جنین بده، میتونه آدم انتقاد بکنه بدون چون و چرا. از جمله خود من و شما تیپای اکثریت مردم آمریکا در واقع با موضع اونها مخالف بودن، اکثریت زنان آمریکا خصوصا با موضع اونها مخالف بودن، ولی مخالفت اکثریت به این معنی نیست که اونها اقدامی که کردن از نظر قانونی مشکل بوده، مسئله داشته. آقای دکتر فرنگ، با اجازه شما ما پیام های بازرگانیمون رو میشنویم و بعد برمیگردیم. خواهش خواهم کرد که در مورد سیستم انتخاباتی امریکا و کالج الکترال توضیحاتی بدید برای بینندگانی که ممکنه در این مورد روشن نباشن که به چه صورت عمل میکن. بسیار. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هفته نامه فردوسی امروز، نشریه‌ای برای همه. برای اشتراک این هفته نامه وزین با تلفن 818-584-4767 تماس بگیرید. هفته نامه فردوسی امروز، مروری به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. با اشتراک خود با ما در این راه همراه شوید. هفته نامه فردوسی امروز. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید.
شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 2 دسامبر. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com. بینندگان گرامی، با تلویزیون جهانی پارس هستید. برنامه خبرها و نظرها و مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ، در مورد خواهش کردم که در مورد این سیستم انتخاباتی امریکا خیلی خلاصه توضیح بدن که به چه صورت عمل میکنه. ببینید، در 240 سال قبل، موقعی که به صدا در رهبران کشور آمریکا که قرار بود تشکیل بشه، قانون اساسی درست میکن، براشون بسیار مهم بود که اون 13 ایالتی که در اون موقع شرکت کرده بودن در این مذاکرات، در اینها بتونن که ایالاتی که جمعیت خیلی زیادی داشتن، اگر اکثریت رأی رو برای رأی جمهور بخواستن بذارن، این ایالات همیشه برنده بودن و ایالات کوچیکتر نقش مهمی به صدا در انتخاب ریاست رئیس جمهور نداشتن. اینه که اومدن گفت بر مبنای جمعیتی که هر ایالتی داره، مثلا اومدن هر یه ایالت کوچیک رو بهش 2 تا سناتور دادن، به یه ایالت بزرگ مثلا کالیفرنیا با 38 میلیون جمعیت 2 تا سناتور داره، ایالت ورمان با 700 هزار جمعیت 2 تا سناتور داره. تا
توجه داشته که این به اصطلاح نوعی احساس همبستگی و هماهنگی و احساس به اصطلاح اتحادی که در اونجا وجود داشت، این اتحاد مربوط به محدود نباشه به ایالاتی که خود، به همین دلیل بود که میخواستن الکتروکالج، گفتن هر ایالتی بر مبنای تعداد نمایندگانی که داره و بر مبنای جمعیت و نمایندگانی که داره تعداد الکتروکالج داشته باشه، که باز این هم دقیقا مشابه اون بود که هر ایالتی دو تا سناتور داشته باشه، که با از طرف دیگه در هر 300 یا 400 هزار نفر در هر ایالتی بتونن یک عضو مجلس نمایندگان، مثلا و ایالت ورمان فقط یه دونه عضو مجلس نمایندگان داره، برای دو تا سناتور داره. اینه که تلاشی که کردن اومدن برای تقسیم و موازنه قدرت طوری عمل بکنن که این ایالات احساس همبستگی و خویشاوندی با فدرال سیستم داشته باشن، و بعدم که از اون 13 ایالت شدن سرانجام به تبدیل به 50 ایالت، همه هم این رو پذیرفتن. و البته تنها راه از اون اصولی هست در قانون اساسی که تنها راه تغییر اون به اصطلاح از افزایش متمم به قانون اساسیه، و اون نیاز به دو سوم رأی مجلس سنا و دو سوم رأی تمام ایالات داره. یعنی به جایی باید برسه که اجماع وجود داشته باشه در جامعه که بتونن تغییری در اصول اساسی قانون اساسی بدن. اینه که امروز، ولی اون اتفاقی که افتاده در سالهای اخیر اینه که از نظر تاریخی معمولا کسانی که رئیس جمهور ریاست جمهوری رو می بردن هم اکثریت رأی مردم رو در کل جامعه داشتن و هم تعداد کافی الکتروکالج رو، ولی در انتخابات های اخیر در 4-5 انتخابات اتفاق افتاده و 3 از اونها در واقع در همین 2 گذشته بوده که برنده رأی عام مردم نتونسته رئیس جمهور بشه، مثل خانم کلینتون. و این مشکلی است که عده‌ای ازش انتقاد میکنن و به طور کلی حتی مبارزه ای میکنن برای تغییر قانون اساسی یا متمم قانون اساسی که بتونن این مسئله رو حل بکنن. ولی این مسئله بسیار حساسه از نظر اجماع و اتحاد فدرال سیستم. خیلی ممنونم آقای دکتر. شرایط رو به چه صورت میبینید از اینجا به بعد؟ در چه رابطه؟ در مورد انتخابات واقعا نمیدونیم که برنده این انتخاب. 3-4 ایالت یا ایالت کلیدی پنسیلوانیا است، برای اینکه 19 الکترال کالج داره که اگر ترامپ یا چون مثلا خیلی جالبه که کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوستس، واشنگتن، اورگان، اینا اصلا شدید نیست که کسی رفته باشه اونجا کمپین کرده باشه، نه در میسیسیپی، آلاباما یا ایالات به اصطلاح جنوبی و یا میدوست ایالات میانی آمریکا، کسانی که سنتشون سنت اینه که به جمهوری خواهان و یا به دموکرات ها رایم. مثلا ایالات جنوبی هنوز در رابطه با مسئله نژاد، یعنی جنگ داخلی آمریکا که از 1860 تا 65 ادامه داد، جنگ شمال و جنوب بود جنگش، و اون اختلاف هنوز که هنوزه عده از اونها وقتی تظاهرات میکنن جلوی کاخ سفید جای دیگه پرچم فدرال سیستم، پرچم جنوب در اون موقع رو میارن، که یعنی سمبل اینه که ما میخوایم برگردیم به زمانی که هر ایالتی حق داشته باشه بردگی داشته باشه، یا هر ایالتی داشته باشه در رابطه با سقط جنین و غیر ذالک تصمیم خودش رو به اصطلاح بگیره. این اختلافات در آمریکا وجود داره، ولی اون چیزی که مهمه، نسل جوان آمریکا از بسیاری جهاتیش بعید نیستش که بعضی از این مسائل با نسل‌های جوان، چون تغییرات تکنولوژی که در دنیا ایجاد شده یه وضع جدیدی ایجاد کرده که واقعا بعید نیست که در آینده، در سالهای آینده به یک تغییراتی به صورت متممی به قانون اساسی آمریکا اضافه بشه، که در 2 یکی بهش میگن جریماندرینگ، یعنی بیان ایالات رو طوری تقسیم بکنن که مثلا سیاه ها این گوشه و اون گوشه و اون گوشه، سیاه ها رو همه رو بیارن در حالی که ارتباط جغرافی با هم دیگه ندارن، ولی همه رو بذارن، چون میدونن اگر یک به صلاح دیسترکتی مال سیاه ها باشه
به رأی میدن، احتمال زیادی که به دموکرات ها رأی بدن است و یا برعکس اون. سه، هم راجب جریمندرینگ و هم در رابطه با الکتروکالج اختلافات اساسی در آمریکا بین سیاستمداران و بین پژوهشگران هست که باش برخورد میکنن، دیگه اون مسئله آینده است. دکتر، در تاریخ امریکا سابقه داره که در واقع به کاخ کنگره حمله شده باشه و این شرایطی رو که ما شاهد بودیم و به وضوح آقای ترامپ تحریک کرد طرفدارانش رو که برن و مخالفت بکنن با جلوی به اصطلاح تشکیل اون جلسه ای رو که معاونش باید می آمد و آرای الکترال رو اعلام می کرد و این قانون امریکا هست و حتی افرادی که رفته بودن اونجا شعار می دادن که معاون رئیس جمهور رو باید به دار بکشن و حتی چوبه دار اونجا با تناب دار علم کرده بودن. یه همچی چیزی سابقه داشته در تاریخ امریکا؟ هیچ فشین مسئله قانون نبود، سنته. سنتی بوده که این معاون رئیس جمهوره که میاد تعداد الکتروکالج و برنده رو اعلام بکنه و این سنت در 240 سال گذشته هرگز مورد سوال نبوده و هرگز هم با اهمیت جلوه نمی کرده. ولی ترامپ میخواست این کار رو بکنه که اگر او این سنت رو اجرا نکنه، اینا به سراغ زمینه انتقال قدرت انجام نمیگیره و او راه های دیگری داشته که الان وقتی که بخون برن بگن که پس بنابراین اگر در اینجا این مسئله انتقال قدرت از طریق اعلام نتایج الکتروکالج از طریق معاون رئیس جمهور اعلام نمیشه، بعد راه های دیگه بریم و راه های دیگه مثلا در ایالات مختلف برن در مجلس نمایندگان ایالات مختلف و در اونجا مجلس نمایندگانی که جمهوری خواهن یا دموکراتن اونها به تصمیم بگیرن. و اون موقع ترامپ فکر میکرد که ایالات زیادی هستن که اکثریت مجلس اعضای مجلس نمایندگانشون در ایالت جمهوری خواهن و اینها میتونن بیان و اعضای تعداد الکتروکالج رو عوض بکنن که معاون او حاضر نشد این کار رو بکنه که بعد از اون هم ازش جدا شد و هرگز هم بهش رأی نداد و تا امروز هم یکی از مخالفین سرسخت او بوده. یعنی یه امر بی سابقه، یعنی یه نوع قانون، یک راه عجیب و غریب به اصطلاح قانون شکنی به اصطلاح بود. قانون به این نبود که راحت برن دستگاه کرد بگن این داره تا بگن قانون، یه سنتیه، سنتی بود که هرگز مورد سوال در سیستم های دموکراتیک به طور کلی در جوامع باز یه سری رفتار و کردار سنتی هست که اینها یه امر معمولی است که همه اجرا میکنن و میپذیرن. به اسم قانون به این معنی که کسی نکو برن ازش شکایت بکنن نیست. این هم به صورت نقش معاون رئیس جمهورم در انتقال مسالمت جویانه قدرت یه نقش کاملا سمبولیک بوده و او میخواست این نقش سمبولیک اجرا نکنه که اینا بتونن دنبال راههای دیگه ای برن که تمام روند رو مورد سوال قرار بدن که اتفاق نیفتاد. ممنونم. به دکتر فرهنگ بپردازیم به این جریان مشکلاتی که مملکتمون باش روبرو هست. حملاتی که اسرائیل کرده، بسیاری از سران نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی رو، گروه های نیابتی رو از بین برده. در خود ایران در یکی از امنیتی ترین محلها هنیه رو که رهبر حماس بوده هدف قرار داده و از بین برده و صحبت هایی که میشنویم از طرف فرماندهان سپاه و شخص خامنه ای که اعلام میکنه که ما جوابی دندان شکن خواهیم داد به اسرائیل و بی جواب نخواهیم گذاشت. وضع رو در ایران با این شرایطی که سالیان سال هست، وضع اقتصاد مردم، وضع معیشت مردم در بدترین موقعیت هست، هنوز این حکومت، این
نکبتی رو که مملکت بهش دچار شده، این نکبت ولایی به گفته خود شما ادامه داره و هیچ امیدی نمیره که این کاری رو که سران جمهوری اسلامی با مردم ما، با جوانای ما، با زنان ما به خصوص انجام میدن، فریادرسی به نظر میرسه که وجود نداره که با توجه به اتفاقاتی که در جای جای دنیا داره اتفاق میفته، در اوکراین، در نوار غزه و یمن و سایر جاها، واقعا مسئله حقوق بشر و آنچه که مورد خواست مردم ایران هست و دموکراسی به کلی به حاشیه رفته. چه میبینید اوضاع رو؟ ببینید، رژیم ایران یک رژیم فاشیستیه. یعنی کلمه فاشیست میتونه در کشورهای مختلف، در شرایط مختلف، مفاهیم مختلف داشته باشه. ولی رژیم فاشیستی این رژیمی که مطلق اندیشه، یعنی این بر این باوره که به تمام سوالاتی که در برابر بشر، تمام چالش‌هایی که در برابر بشر قرار داره پاسخ داره. دوم این که این مطلق اندیشی قدرتی مطلق هم به یک فرد میده و این یک فرده که تصمیم میگیره که تمام برای تمام سوال. و بر وقتی که رژیمی تو این خطه، حالا هیتلر بوده، استالین بوده، ماو تسه‌تونگ بوده، صدام حسین بوده، تیپای قذافی بوده، بودن، حالا میتونه مذهبی باشه، میتونه غیر مذهبی باشه، و اینا دو تا به هر حال ویژگی داره. یکی نیاز مبرمی به دشمن داره، یعنی دائم سخن خمینی و خامنه‌ای کتاباشو بخونیم، دائم دارن دامن دشمن همیشه در کمین صحبت بکنن. یکی هم یک دستگاه قوی سرکوب دارن. سپاه پاسداران دقیقا همون نقش رو ایفا میکنه که گشتاپوی هیتلر در آلمان نازی این کار میکرد. یعنی هدف این تشکیلاتی که 250,000 عضو داره و از جهت بودجه و این حرف هم بر مبنای گزارشاتی که خودشون میدن حدود 40% اقتصاد مملکت رو هم کنترل میکنه، اینا قدرت دارن و هدفشون و عضو سپاه پاسداران شدن درست مثل اینکه عضو یه تشکیل، عضو یه تشکیلات امنیتی بشی، ارتباطی به دفاع از رفاه و امنیت و منافع ملی و این حرفا اصلا اینو نداره. و تنها چیزی که اون موقع این رژیم ها موقعی میتونن مورد به سر چالش قرار بگیرن که اون رهبر بلا منازع، رهبری که قدرت مطلق داره، بتونه صحنه رو ترک کرده باشه. و من تنها امیدی که تو آینده این نزدیک در ایران میبینم اینه که بعد از مرگ خامنه ای زمینه ای در اونجا ایجاد میشه که نیروهای طرفدار دموکراسی، نیروهایی که احترام به کثرت اندیشه و تحلیل میذارن، نیروهایی که به اصطلاح آزادی خواهی براشون نقش مهمی ایفا میکنه علارغم اختلافاتی که در رابطه با مسائل مربوط به اقتصادیات و سیاست خارجی دارن. و سوال اساسی که در برابر ایرانی قرار داره، ما بالها در اینجا صحبت کردیم که برای اینکه اون زمان برسه، آیا ایرانیان طرفدار دموکراسی، ایرانیان طرفدار کثرت‌گرایی در جامعه ایران، یعنی که هر وقت در ایران اختلاف عقیده، اختلاف منافع، اختلاف سلیقه اجتناب ناپذیره، هر جا آدم ها هستن اینا هم هست، پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم اینا. بنابراین این که ما به جای اینکه ایرانی هایی که علاقمند به دموکراسی هستن، به جای اینکه منتظر این باشن که در داخل خبری بشی رژیم، در داخل اگر آزادی وجود نداره، اینه که کار مبارزین در داخل و خارج کشور اینه که زمینه ایجاد یک تشکیلات ائتلافی، نه همه با هم، همه با هم یه حرف بی‌معنیه، جمعیت ائتلافی یعنی گروه ها و شخصیت های مختلف بتونن موازه حد اکثری خودشون کوتاه بیان، با هم کنار بیان، بیان روی اصول مربوط به دموکراسی و زندگی مسالمت جویانه توافق بکن. در اونجاست که در داخل ایران به نظر من نسل جوان بیش از پدران و مادرانشون آمادگی این کار رو دارن، ولی در فاشیسم حاکم بر ایران به اینا اجازه نمیده که بتونن در رابطه با این نهاد بی نهایت مهم ائتلافی توجه داشته باشیم. میگیم نهاد ائتلافی خیلی فرق میکنه، همه با هم و یک رهبر از این بالا. اونا در داخل کشور این کار نمیتونن، این در خارج از کشوره.
که ما میلیون ها ایرانی که از جهت فهم و دانش و تعهد کوچکترین کمبودی ندارن، ولی مشکل اساسی ما یک کمی بی‌اعتمادی به یکدیگر و به طور کلی یک اکراه از کارهای تشکیلاتیه. که اگر ما واقعا، ما چرا در خارج از کشور یک تشکیلات حقوق بشری نداریم که از اعتبار بین المللی برخوردار باشه، در حالی که ایران یکی از ولایات متحده یک جنایتکارترین رژیم. در همین 2014 تا حالا در جمهوری اسلامی بیش از 500 نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی کشور درجه یک در اعدام منتقدین مخالفین خودشه. روزنامه نگاران در بین روزنامه نگاران بدون مرز از 168 کشوری را که اینا مورد مطالعه، ایران 168 داده. خیلی جالبه، یعنی واقعا فساد و جنایاتی که در ایران در داخل وجود داره، اینا باید ما درس رو بره که برای ایجاد اون ائتلاف کار بکنیم. ائتلاف، نه اینکه همه با هم و دنبال یه نفر راه افتادن. این کار نهایی، این که بعد از اینکه اون بمیره آیا در داخل سپاه پاسداران در داخل ارتش اختلافاتی ایجاد میشه که نیروهای طرفدار دموکراسی بتونن از این اختلافات استفاده بکنن و خودشون رو به عنوان یک نیروی بدیل در جامعه معرفی بکنن؟ چون تو دنیای واقعیت چالشی که در برابر آزادی خواهان وجود داره آماده شدن برای اون روزی است که خامنه ای به گور رفته و در داخل ایران اختلاف اچ برای جانشینی خامنه ای در ایران به طور اجتناب ناپذیر اختلاف وجود خواهد داشت و این اختلافات در داخل تشدد ایجاد میکنه و این تشدد میتونه زمین ساز مبارزه آزادی خواهان بشه. ما باید اینطوری فکر بکنیم، نه اینکه انتظار داشته باشیم یه امام زمانی از آسمون میاد و برای ما دموکراسی درست میکنه. دموکراسی نتیجه فعالیت و مبارزات مداوم آزادی خواهان یکی در رفتار کردار امروز خودشون دموکراتیک عمل میکنن. چالش در برابر ما اینه. دکتر فرهنگ، به دنبال اون جنبش جهانی رو که مردم ایران مخصوصا جوانان انجام دادن و در صف مقدم این مبارزات دختران و زنان مبارز ایران بودن، زن زندگی آزادی، همین چند روز قبل یک دختر دانشجو به اسم آهو دریایی، این دختر که تصویرش رو میبینید لخت شد، یعنی لباسش رو در آورد و به اعتراض اونجا مدتی راه رفت با نهایت آرامش و با اتکا به نفس شدید و عجیب غریبی که از خودش نشون داد، که البته بلافاصله دستگیرش کردن، معلوم نیست چه بلایی سرش بیارن، ولی این مبارزات ادامه داره. و این رو و موضوع آخری که در این فرصت کوتاهی که داریم به پایان وقت، امیدی است که بسیاری از هموطنان ما بستن به این که اگر آقای ترامپ به کاخ سفید برگرده، اولین کاری که میکنه جمهوری اسلامی رو ساقط خواهد کرد یا کمک خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. کوتاه اگه لطف فرمایید. اینم یک رویا، یک افسانه است که یه عده‌ای رو راضی میکنه ولی ارتباطی با واقعیت نداره. من فکر می‌کنم جنبش زن زندگی آزادی جالب‌ترین جنبش دموکراتیک در تاریخ ایرانه و ما بعد از این مدلی که این مبارزین که 700 کشته دادن، 2500 زخمی دادن و 22000 نفر دستگیر شدن درس بگیریم و در خارج از کشور بتونیم این جنبش رو به صورت یک جنبش وسیع ائتلافی بتونیم هدایت بکنیم، بتونیم فعالش بکنیم. ولی اینکه این امکان اینکه آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله نظامی بکنن وجود داره و اون موقعی اتفاق میفته که رژیم ایران بخواد در جهت کسب سلاح هسته‌ای پیش بره، یعنی غنی سازی اورانیوم رو به 90% بخوان برسونن و توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته. اگر در این طریق پیش برن کوچکترین تردیدی نیست که اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات نظامی ایران رو بمبارون کنن. ولی با این کار قدرت تسلط رژیم ایران رو بر جامعه مردم و جنایات رژیم رو و فقر و گرسنگی مردم ایران رو تشدید میکنن. این حمله به
تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات رژیم رو عوض نمی‌کنه. در واقع میتونه به رژیم برای ثبات و بقای خودش در داخل کمک هم بکنه. توجه داشته باشیم که روسا، چینا، هندیا، کشورهای دیگه هنوز از طریق قاچاق و این حرفا به اندازه کافی از ایران میتونن نفت بخرن که تو بازار قاچاق هم که ایران اینجور داشت. اینه که این تصور این که آمریکایی‌ها 300 400 500 هزار سرباز میفرستن و ایران وارد جنگ داخلی با ایران میشن که رژیم رو از بین ببرن یک خواب و خیال بیهوده است. دموکراسی چیزی نیست که از خارج کسی بتونه به کشوری صادر بکنه. دموکراسی نتیجه مبارزات مردم در داخل یک کشوره. تأکید روی اون مبارزه است که ما رو به آمال آرزومون نزدیک میکنه، نه خواب و خیال راجع به دخالت نظامی خارجی برای رها شدن از چنگال فاشیسم ولایی حاکم و سرزمین مادری. دکتر فرنگ، بی‌نهایت ممنونم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیک باز بتونم از نظراتتون استفاده بکنم در این برنامه. از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. و در پایان از امیر شهرتی که مثل همیشه به اصطلاح در صحنه حاضر هست و برنامه رو هدایت میکنه. تا فرصتی دیگر و روز پنجشنبه که برنامه دیگری خواهم داشت و قرار هست که با ایرج مصداقی باشم، از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار به شما خوش.